خوش آمدین. بیننده آماج هستین. با دفتر رسانه‌های حکومت افغانستان هم تماس گرفتیم. متاسفانه کس تلفن را جواب نداد و وزارت خارجه افغانستان قرار بود که تا ساعت‌های 6 با ما تماس بگیرن و کسی را در برنامه داشته باشیم که متاسفانه وزارت خارجه و دفتر سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم با ما تماس نگرفتن. آقای مژده، رئیس جمهور افغانستان میگه که ما از تماس میان آمریکا و طالبان آگاه هستیم، اما ما خود تصمیم خواهیم گرفت که در گفتگوها با طالبان از طرف افغانستان در کجا انجام شود. بازی چیست؟ از یک طرف درخواست همکاری و حمایت پاکستان برای مبارزه با تروریسم، از طرف دیگر در جریان قرار گرفتن داشتن از گفتگوهای صلح در قطر، و یک بحث دیگر هم که تصمیم خود افغانها در رابطه با گفتگوهای صلح. پیشتر وکیل صاحب موضوع بسیار خوب اشاره کردن که دولت افغانستان اصلا یک اجندا نداره و این یکی از نمونه های دیگه است. آقای رئیس جمهور از یک طرف میگه که ما میخواهیم که رهبری مذاکرات، رهبری گفتگوها به دست افغان ها باشه، به دست حکومت افغانستان باشه، بدون اینکه رو در نظر بگیره که طرف مقابل چی نظر داره. حالا طرف مقابل حکومت افغانستان به عنوان طرف خود میشناسه؟ یعنی و وقتی که میگن که ما در جریان مذاکرات قطر قرار داریم، ما در جریان مذاکرات قطر کدام چیز پیچیده نیست، کدام کار صورت نگرفته که ما بگوییم مذاکرات صورت گرفته و آقای کرزی در جریان قرار گرفته. هنوز صحبت طالبان سر این است که باید مسائل تکنیکی حل شود. مسائل تکنیکی که حل شد، بعد از او باز دفتر تاسیس میشه. وقتی که دفتر تاسیس شد، بعد از اون چون رسمیت یافت، بعد از اون صحبت هایی که صورت میگیره و صحبت ها رسمی است. حالا ممکن است که در یک گوشه از شهر منامه در جای اینا باشن و در اونجا صحبت های صورت بگیره، اما این نمیتونه رسمیت داشته باشه تا زمانی که دفتر به رسمیت شناخته نشده باشه. نکته مهم در اینجا این است که طالبا قبلا علنا میگفتن که ما حکومت افغانستان رو به عنوان یک حکومت مشروع نمیشناسیم، به سبب هرگز با این مذاکره نمیکنیم. اما در یه آخر موقف طالبان تغییر کرده. یکی دو اعلامیه که ما از طالبان دیدم در سایت رسمیشون در اون آمده که فعلا ما مذاکره نمیکنیم به خاطر اینکه هنوز مذاکرات قطر آغاز نشده. نخستین مطلبی را که در مذاکرات قطر طالبان مطرح خواهند کرد این است که چه وقت تاریخ اشغال افغانستان به پایان میرسه. این مسئله را باید اینا از امریکایی‌ها بپرسند. امریکایی‌ها باید برای طالبان بگویند که چی وقت به صورت کامل نیروهایشان از افغانستان خارج می‌کنند. وقتی که این مسئله ثابت شد و این مسئله تثبیت گردید، یعنی معنای این حرف این خواهد بود که اشغال افغانستان، چیزی که طالبان از او تعبیر دارند، اشغال افغانستان به پایان میرسه. پس باید مذاکرات شروع شود. این وقت است که مذاکرات بین افغان‌ها شروع میشه. طالبان خودشان یک کمیسیونی هم به وجود آوردن به نام کمیسیون ارتباط که با تمام جناح‌های سیاسی در داخل افغانستان باید اینا صحبت بکنن و اینا تماس بگیرن و در مورد آینده افغانستان باید به صورت مشترک تصمیم گرفته شود، طوری که خودشان میگن. اما تا زمانی که آمریکایی‌ها بخواهند که در افغانستان باشند، اگر مثلا امریکایی‌ها بگویند که ما بعد از سال 2014 هم هستیم در افغانستان و اینجا میمانیم و وقت خروج ما هم مشخص نیست، در این صورتی که باز مذاکرات به پایان میرسه، یعنی طالبان دیگه باز مذاکره نمیکنن به خاطر اینکه مذاکره به خاطر صلح است. اما در این میان آقای میشته، تا اون زمانی که طالبان روی امی تفاهم کنار بیان با امریکا و دفتر سیاسیشون باز شود، پاکستان خاموش خواهد نشست. شما از زمان طویل یاد کردین و گفتین که امریکا و خود شخص رئیس جمهور امریکا بسیار بطی پیش میبره مذاکرات را به دلیل انتخابات نوامبر 2012. مسئله پاکستان ما اشاره کردم. پاکستانی ها منتظر هستن که در سال 2012 در طول امسال تا ماه نوامبر تا زمستان امسال در میدان جنگ چی میشه. این مسئله برای پاکستان بسیار مهم است. اگر جنگ شدت پیدا بکنه، طبیعی است که زخمی های جنگ به پاکستان باید برده شوند، در اونجا باید تدابیر شوند. همین قسم اینا به پشتوانه ضرورت دارن، تعداد زیادی از نیروهای جنگی ایشان در اونجا هستن که باید بیاین. اینا تمام مسائلی است که دوباره اینا رو وابسته میسازه به پاکستان. حال طالبان، ما یک مسئله را که امروز در یک مقاله هم نوشته کرده بودم، زمانی که تعیین شد که این افراد باید برن به قطر، سیایی یعنی رئیس سیایی در پاکستان یک لست به جنرال پاشا داد و برش گفت که این افراد باید به قطر برن، افغان ها هستن و شما زمینی سفر از اینا رو مساعد بسازین، که جنرال شابود که مولوی شابودین دلاور در رأس اینا بود.
جنرال پاشا اینا رو خواست و برایشان صحبت کرد. در جریان صحبت برایشان گفت که شما چرا این کار را کردین؟ شما آمریکا را نمیشناسین، ما با آمریکا آشنا هستیم، ده ها سال است که با آمریکا کار کردیم. و یک گپ جالبی که گفته بودی بود که دشمنی با آمریکا، آدم در دشمنی با آمریکا مسئولتر میباشه از اینکه با آمریکا دوست باشه. شما اشتباه کردین. و مولوی شهاب الدین دلاور چون میفهمید که نامش در لیست است و ایره دستگیر کردن نمیتونن، روش به صراحت گفت که شما تعداد زیادی از افراد ما رو زندانی کردین، شما طالبان رو کشتین، به آمریکا تسلیم کردین، ما دیگه کارت به استخوان ما رسید، ما مجبوریت با شما تاوال تعامل کردیم. باز جنرال پاشا کوشش کرد که دلجویی کنه از اینا و برشان اجازه داد که با زندانی ها ببینن. و این مسئله مولوی عبیدالله رو در اونجا گفت که عبیدالله فوت کرده دیگه، به اون خاطر شما طور طالبان نتونستیم چیکار. پس در اینجا ما میبینیم که طالبان در حقیقت با رفتن به قطر یک دستاورد داشتن که عبارت از این بود که زندانی های خود تانستن در پاکستان وضعش بهتر بسازن. دومین دستاوردشان این بود که در برابر پاکستان به صراحت گپ زدن. این گپ قبلا گفته نمیده. اما حالا پاکستان به تلاش ازیست که طالبان را چهل پارچه بسازه و با پارچه دیگهش که حمایت حکومت افغانستان را با خود داشته باشه و گفتگو بکنه. هرگز اینطور نمیکنه. پاکستان نمیخواد که طالبان پارچه شوند، بلکه میخواد که اینمی تحریک طالبان رو به همین شکلش رهبریش تغییر بده. این کوشش کردن، این کوشش در از اوایل سال 2011 آغاز شد در پاکستان، زمانی که خبر شدن که طیب آقا مذاکراتی رو داشته، طیب آقا به تهران بوده، از اونجا رفته به قطر و در جاهای دیگه. این مسائل وقتی که پاکستانی‌ها فهمیدن، کوشش کردن که رهبری طالبان رو تغییر بده. ولی دید نظامیان خارجی در افغانستان طور دیگه است. نظامیان خارجی به این باور هستند که در حال حاضر طالبان یک فرمان مشخص نمیگیرن و پس از اینکه ملا عمر گفت که دیگر شما عملیات انجام ندین، پس از اون ما شاهد عملیات بودیم و نمونه گیری میکنن. نه خیر، این اعلامیه که بود، اعلامیه به نظر میرسه که یک حرکت استخباراتی از طرف کدام جای دیگه بود، در کابل پخش شد، در جای دیگه ایره کس ندیده بود و طالبان ایره به شدت رد کردن. در سایت انترنتیشون آمده بود مثلا. و نکته دیگه هم موضوع جانشینی بود که کسی که قرار بود جانشین ملا عمر شود، او زخمی شد، باز آمد به کابل، در اینجا تداوی شد و از اینجا به کشور خارجی رفت. سپاس. خانم اینه، ایران در این نشست چی را به دست آورده مشخصا؟ کلانترین دستاورد ایران امی بود که از افغانستان و از پاکستان تعهد گرفت که از خاک از اینا برای عمله بالا ایران. این تعهد دوباره قبل هم گرفته بود در دو نشست دیگه هم. مانور چی بود؟ میخواست چه ثابت بسازه بر جامعه جهانی، بر افغانستان یا بر امریکا باشه؟ فقط ایران یکان هدف شمیست که خود از این حالت که در تحت تذیرات اقتصادی قرار داره و در یک انزوای سیاسی قرار داره، بعد نه از آنها خود مطرح بسازه و یک پشتیبانی از کشورهای همجوار خود داشته باشه که به حساب یک دلجمی و یا دلپوری بر خود ایران باشه، که مثلا افغانستان و پاکستان خاک خود اجازه نمیده که امریکا از سوء استفاده کنه یا به خاطر عمله بالای ایران از خاک از اینا استفاده کنه. وقتی که تعهد بار گرفته میشه، به نظر من یک دستاورد است بر ازنا. اما در مقابلش ما چی داشتیم؟ غیر از اینکه یک بیان از طرف وزیر خارجه پاکستان شنیدیم که خواست افغانستان به یک خواست مضحک، غیر معقول و غیر واقعی نام گذاشت. ایران چقدر بالای گروه های افراطی در منطقه تأثیر گذار است؟ مثلا مقصدتان طالبان است؟ طالبان و سایر گروه ها آنقدر که پاکستان مسلط است و پاکستان در دست بالاتر داره، ایران به اندازه پاکستان دست بالاتر نداره. مرزی که همه ما میفهمیم تمام تندروا و طالبان در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان زندگی میکنن. سپاس. آقای مژده، نقش ایران در گفتگوهای صلح چقدر است؟ ایران با تعهدهایی که پیهم میکنه از گفتگوهای صلح حمایت میکنه، آیا بازی مانند پاکستان است یا چیز متفاوت؟ در رابطه با نقش ایران باید گفت که البته ایران با عنوان یک کشور همسایه طور فکر میکنه که نباید از جریان از جریانات دور بمونه. اگر ما جریانات چند دهه اخیر جنگ در افغانستان ببینیم، یک نوع جنگ نیابتی در داخل افغانستان بوده. ایده به نفع پاکستان داره چه جنگیدن، ایده هم به نفع ایران. و این حقیقت است که ما شما در طول چند دهه جنگ در افغانستان شاهدش بودیم. اما بعد از سال 2001 و آمدن نیروهای خارجی، ایران تغییر کرد و برای ایران موقعیت بسیار خوبی مساعد شد
دیگه ضرور نیست که ایران بجنگه، به خاطر که جنگ به خاطر این است که باید کسانی را که ایران میخواد باید با مسند قدرت باشن. و امروزی به دست آمده، یعنی امروز ایران در عراق و در افغانستان موقعیت بسیار خوبی را تانسته برای هواداران خود کمایی بکنه. بنابراین ایران دیگه علاقمند زیاد به در شرایط فعلی برای این نیست که در افغانستان جنگ باشه یا مثلا گروهی مثل طالبان در اینجا دوباره بیاین به قدرت برسن. اما اینجا یک مسئله است که دوباره ایران به یاد طالبان می اندازه و او سیاست های امریکاست. هر قدر که امریکا با ایران فشار وارد بکنه و خصوص در این اواخر که مسئله حمله احتمالی نظامی بر ایران هم مطرح است، در اینجا است که ایران فکر میکنه که یک راه فشار باید در بسر امریکا باشه، یعنی موره های در دست داره در این بازی، از مشخصا مثل که شما قبلا یاد کردین که امروز بازم طالبان منسجم بودن طالبان تاثیرگذاریش بالای طالبان و حزب اسلامی و سایر گروه هایی که میتونه برای نیروهای خارجی در افغانستان فشار باشه چقدر است؟ ببینین امروز بدون تردید ایران هم در حمایت از طالبان به نقش نیست، غیر از ایران دیگه کشورها هم هستند در این منطقه. من باور نمی کنم که همین هلیکوپترهایی که هر دو روز و سه روز بعد یک هلیکوپتر سرنگون میشه، این توسط تفنگ کلاشینکوف یا سلاحهای متعارفی که در دوران جهاد داشتیم به توسط از او سرنگون شده باشه. بدون تردید در اینجا سلاحهای جدید به میدان آمده، سلاحهای جدیدی در دست طالبان هست، مثلا سام افت راکتایی که روس‌ها و چینایی‌ها او را می‌سازن طالبان از او دارن و تا در کلیپ‌های تصویری که اونا پخش کردن دیده میشه که بدون تردید در سقوط تیارات ناتو نقش داشته. پس ما نمیتونیم اینطور بگوییم که کشورهای دیگه در اینجا اصلا کاملا گذاشتن میدان به پاکستان، چنین چیز امکان پذیر نیست. در اینجا کشورهای دیگه هم هستن، عربستان سعودی کمک میکنه و یک نوع رقابت در اینجا بدون تردید وجود خواهد داشت تا زمانی که نیروهای خارجی در اینجا باشن و افغانستان به عنوان یک کشور تحت حمایه امریکا باشه. کشورهای دیگه در اینجا مداخله خواهند کرد، عربستان سعودی میدان به ایران رها نمی کنه، همین قسم ایران میدان به پاکستان رها نمی کنه و در اینجا هر قدری که دوام کنه این جریان بدون تردید مداخلات بیشتر خواهد شد. سپاس.